این فشارها علیه خانواده من، یعنی بیش از 15 سال فشارهای مدام نهادهای امنیتی در کردستان علیه خانواده من در جریان هستش. از یعنی جان باختن دو برادرم که آخرین نمونش خب رامین و حسین پناهی فعال سرشناس کرد متاسفانه در 17 شهریور 57 اعدام شد ببخشید. و خب بعد از این دو سال، یعنی دو سال و اندی از این جریان میگذره، تا کنونم هیچی جنازه رو به ما پس ندادن. کماکان فشار علیه پدر و مادر پیرم در جریان هست. سال گذشته متاسفانه پاسپورتشون رو توقیف کردن. امسالم چند، یعنی دو روز پیش موقعی که به اداره گذرنامه مراجعه کرده بودن در سنندج، بهشون ابلاغ کرده بودن که نه تنها گذرنامه رو پس نمیدیم، بلکه از طرف وزارت اطلاعات در تهران بهمون ابلاغ شده که شما به مدت 5 سال ممنوع خروج هستید از کشور و یعنی دست ما نیست و این دستوری از تهران از وزارت اطلاعات به ما رسیده. تقریبا میتونم بگم یعنی این تازگی نداره واسه خانواده ما و این فشارها کماکان ادامه داره. حتی مثلا سفرهای پدر و مادرم گاهن دعوت بودن به شهرهای دیگر کردستان و یا حتی تهران یا شهرهای دیگه، با ممانعت وزارت اطلاعات یا فشار نهادهای امنیتی مجبور شدن مثلا سفرشون رو کنسل کنن. مدت پیش واسه نمونه مادرم میخواست به مریوان بره به دیدار مادر زندیات لقمان مرادی که متاسفانه دو ماشین وزارت اطلاعات در بین را مادرم رو برگردوندن به زادگاهمون، یعنی گفتن حق ندارید به مریوان برید. و خب در این سال هم میگم ده ها بار اگر بگم بیشترم گفتم پدر و مادرم احضار کردن، وادارشون کردن بر حال علیه فرزنداشون مجبور بشن جلوی تلویزیون ها بر حال حرف بزنن. و زمانی که رامین و افشین برادرانم در زندان سنندج در احتساب قضا بودن، یک نمونه شو که بر حال وزارت فعاد فیلمشو پخش کرد، یا گاهن مثلا پیش اومده پدرمو بر حال بردن و بهش فشار آوردن. و متاسفانه خب گفتم جدا از زندانی کردن برادرانم و یا حتی صدور حکم برای خواهرم، فشارها علیه پدر و مادر پیرم در این سالها همواره در جریان بوده و به بخشی از یعنی برنامه روتین وزارت اطلاعات در سنندج تبدیل شده متاسفانه. و در آخرین نمونم یعنی یک پدر و مادر پیل سال خورده که بر حال همه ایران میدونن بر حال چه ظلمی به اونا شده، ممنوع خروج میکنن، پاسپورتاشون رو میگیرن و گاهنم بهشون زنگ میزنن که نباید مهمون داشته باشید، نباید به فلان شهر سفر کنید، نباید بر حال حرف بزنید و از این فشارها که به طور روزمره علیه پدر و مادرم اعمال میکنن. نهادهای امنیتی و بر حال دستگاه حاکم در ایران و بخصوص در کردستان یعنی سالها سعی میکنه خانواده منو به زانو در بیاره. خب تلاش کرده برادرامو تسلیم کنه، بر حال برادرانی که در زندان بودن بهشون بر حال بقبولونه که باید توبه نامه امضا کنن، یا بر حال بیان روی تلویزیون علیه خودشون، جامعهشون، افکارشون و عقایدشون حرف بزنن. خب تنها دلیلی که ما در این سالها، یعنی تنها گناهی که یا تنها جرمی که ما به عنوان خانواده حسین پناهی در این سالها مرتکب شدیم، این که همراه با مردم بودیم و همواره از مردم دفاع کردیم، از زنان دفاع کردیم، از کودکان دفاع کردیم، از اقشار جامعه دفاع کردیم و همواره تسلیم نظام حاکم در ایران نشدیم، چه پدر و مادرم، چه برادرانم و چه اعضای دیگر خانوادهمون. خب یعنی تک تک اعضای خانواده من زندان کشیدن. برادر بزرگم 7 سال در زندان به سر برد با یک حکم اعدام و بعدنم خب با فشار نهادهای حقوق بشری و جامعه حقوق بشری در ایران و مردم کردستان آزاد شد. رامین رو بیگناه اعدام کردن، یعنی یک اولا بیگناه بازداشتش کردن، یک سال و بدون هیچ دلیلی بر حال شکنجش دادن، در دادگاه چند دقیقه‌ای به اعدام محکومش کردن و نهایتاً بر حال در حالی که در احتساب قضا بود اعدامش کردن. تا کنونم یعنی جنازه‌شو به ما پس ندادن، محل دفن رو به خانواده‌ها نگفتن و همواره تلاش کردن یعنی از هر اهرمی استفاده کنن که به این پدر و مادر فشار بیارن. در این سال هم به کرات گفتم، یعنی پدر و مادرم احضار کردن که شما بیایید جلوی تلویزیون بر حال علیه پسراتون، علیه چه میدونم فلان کس حرف بزنید. و مقاومت پدر و مادرم و تسلیم ناپذیر پدر و مادرم در مقابل
دستگاه حاکم و دستگاه های امنیتی در کردستان میتونم بگم تنها دلیلی هستش که روزانه برحال میخوان این پدر و مادر رو اذیت کنن، بهشون فشار بیارن و اونا رو وادار به تسلیم کنن. و خوشبختانه روز به روز میبینیم در اکثر نقاط ایران همراهی با خانواده جان باختگان، همراهی با خانواده زندانیان و با خانواده های امثال ما بیشتر میشه. شاهد بودیم در این سالها از همه ایران، از همه طیف‌های سیاسی و مدنی و حقوق بشری آمدن کردستان، در کنار پدر و مادرم قرار گرفتن و به دستگاه حاکم گفتن که این خانواده تنها نیستش و حقانیت با شما نیستش، بلکه با پدر و مادر رامین هستش، با رامین هستش، با انور هستش، با افشین و با خانواده حسین پناهی هستش.